عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و محترم برنامه کافه آپارات. دومین روز 37 جشنواره فیلم فجر هستش و از پردیس ملت در خدمت شما هستیم. تو این بخش از برنامه میخواییم صحبتمون رو با عوامل انیمیشن بلند سینمایی آخرین داستان شروع بکنیم. من سلام عرض میکنم خدمت مهمانان محترم، سرکار خانم تینا پاکروان و آقای احسان رسولوف، خوش آمدید. مرسی، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و خیلی ممنونم. من هم خدمت شما و همکارانتون و همینطور مخاطبان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که جشنواره خوبی پیش روی همه باشه. انشالله که همینجور باشه. خب من خودم این شانس رو داشتم که آخرین داستان رو توی جشنواره کودک اصفهان که اونجا داور بودم دیدم و خب واقعا یه فیلمی بودش که بجز این که حالا انیمیشن های بلند تو اون دوره نبود که با هم رقابت بکنن، ولی از سطح انیمیشن های کلن که در داخل کشور ساخته میشه خیلی سطحش بالاتر بود و به همه خاطرم فکر میکنم دقیقا یک جایزه خاصی هم بهش تعلق گرفت به خاطر مجموعه این تلاش ها و زحمت ها. خب حالا شما به عنوان در واقع مجموع عواملی که در کنار هم این تجربه خاص رو رقم زدین، دوست دارم در واقع صحبت رو از اینجا شروع بکنم. پس حالا با آقای رسولوف که به عنوان تهیه کننده تو این پروژه حضور داشتین، میخوام بدونم در واقع همکاری شما با اشکان رهگذر که خب به عنوان یک فیلمساز جوان و اولین انیمیشن بلند داستانی رو میشه گفت به نوعی تو سینما ایران ساخته، چجوری با هم وارد همکاری شدین و این کار جرقش خورد؟ البته که اولین انیمیشن بلند داستانی که فکر کنم نیست توی سینما ایران، داشتیم توی سالهای قبل، حتی اکران هم شده، شاید به جهت اختباس شاید بشه. آره حالا به این معنی بله شاید. البته پارسال فیلچه ها داشتیم دیگه انیمیشن بزرگ. من فکر میکنم که ببین راجب این پروژه به طور دقیق اونچه که باید بگم این هست که خب این فیلم حاصل تلاش اشکان برادراش و استودیو هورخش، یه سری جوون که الان اوریج سنی آدمایی که تو این استودیو کار میکنن 23 ساله و با عشق به سینما ساخته شده، کاملا مؤلفه های یک سینمای مستقل در تولیدش اتفاق افتاده. من واقعیتش فکر میکنم تو 9 سالی که این فیلم ساخته شده که من 5 سال آخر همراه پروژه بودم و در واقع اینو سعی کردم که از یک آرزو به یک در واقع خروجی تبدیل بکنم در کنار بچه‌ها و به کمک تینا و دوستان دیگه. ببین واقعیتش اینه که من فکر میکنم باید از این حرف بزنم که چطوری آدم‌هایی با در واقع سرمایه‌گذاری جوونیشون توی در واقع سینما موفق شدن الان استودیویی داشته باشن که از لحاظ تکنیکی من فکر میکنم که شاید یکی از موفق‌ترین استودیوهای آسیا و احتمالاً کامل‌ترین استودیوی دو بعدی انیمیشن در ایران هست در امروز، چه به لحاظ تکنیکی چه به لحاظ در واقع تجربه‌ای که به دست آورده. این در واقع همکاری از حرفه موسیقی گره خورد به خاطر اینکه من دنبال تولید یک ویدیو موزیک بودم برای یکی از گروه‌هایی که باهاشون کار می‌کنم و تصادفاً با اشکان به هر حال برای اینکه بتونه یه انیمیشن برای ما بسازه آشنا شدم و آروم آروم در واقع این پروژه رو هم به من معرفی کردن و من احساس کردم که این پروژه برای جمع شدنش میتونه حضور من کمک بکنه و از 5 سال پیش توی پروژه بودم تا بعد که در واقع فکر کنم 2 سال پیش بود که تینا جون و دوستان دیگه در واقع پست پروداکشن پروژه ولی با یه شتاب بیشتری اتفاق خورد و فکر میکنم که نتیجه این تلاش همین که امروز در فجر پذیرفته شده به عنوان یک فیلم بلند انیمیشن و همین که در اصفهان اون اتفاق خوب براش افتاد، در طول این سال هم خب به عنوان انیمیشنی که در حال تولید بود توی جشنواره‌های بین‌المللی خوب دیده شد در واقع به عنوان پروژه در حال تولید، امیدوارم که در واقع در اکران هم بتونه در واقع با مهربانی با در واقع برخورد بشه و بتونه خستگی آدمایی که فکر می‌کنم اشکان توی نشستم گفت نه قریب 1000 نفر توی این پروژه توی این 9 سال همکاری داشتن به هر نوع و به هر نحوی، از آدمای حرفه‌ای مثل تینا و آقای علویان و صداپیشگاه عزیزی که توی این پروژه همراهی داشتن تا آقای شهرام ناظری که تیتراژ این پروژه رو، استاد شهرام ناظری که این در واقع تیتراژ رو و این در واقع قطعه رو اهدا کردن به در واقع پروژه. من فکر می‌کنم که به هر حال این مینیمم کاریه که شاید ما بتونیم به عنوان قدردانی از جوان‌هایی که اینطور زندگیشون رو سرمایه‌گذاری کردن برای
عشقشون به هنر و سینما بتونیم در واقع داشته باشیم. برای همین امیدوارم که علارغم همه ای حالا میدونم سختیایی که تینا بهتر از من میدونه که اکران داره، ولی امیدوارم این اکران خوبی بهش تعلق بگیره. آره من فکر می‌کنم اومدن تو جشنواره کافیه. من اصلا جز آدمایی نیستم که فکر می‌کنم جشنواره‌ها جوایزشون اصولا بیشتر از یه تشویق باشه. نهایتا همین که آدم‌ها توی جشنواره هستن و توی این حال و هوا با مردم فیلمو می‌بینن توی نشستم گفتم من خیلی خوشحالم که این بچه‌ها بعد از این همه سال فرصت دارن، چون تو جشنواره کودک این اتفاق خیلی نمی‌افتاد. بله بازخورد دریافت الان میتونم بعد آره مثلا به من میگفتیش دیروز اشکان که رفتیم فلان جا رفتیم مثلا تازه دیروز روز اول بود، با ذوق نمیدونن که چه جوری برن با مردم ببینن. این متاسفانه شون انیمیشن واقعا تو سینمای ما محجور هستش، یعنی حتی هر چقدر زحمتایی که میکشن چه کوتاه چه بلند خیلی محجور میمونه توی برقراری ارتباط با مخاطبش. به قول شما این خواسته عادی تبدیل میشه انگار به یک آرزوی دست نیافتنی که وقتی محقق میشه انگار وای چه اتفاق عجیب، در صورتی که باید این اتفاق توی یک روال عادی بیفته. ذات انیمیشن اینه که شما در یک محیط دربسته دارین سالها کار میکنین و این ارتباط رو با جامعه بیرون ندارین. وقتی که اکران میشه این هیجانی که برای روبرو شدن با مخاطب دارین خیلی بیشتر، به خاطر اینکه خب اون طرف تو سینما ما می‌بینیم بازیگرا در زندگی عادیشون حالا دارن بازی می‌کنن جلوی دوربین تو خیابون، مردم رو می‌بینن، نه بدتر میرن جای میشناسنشون، مردم ارتباط برقرار می‌کنن. این بچه‌هایی که پشت دوربین انیمیشن در واقع دارن کار می‌کنن به هیچ عنوان ارتباط بیرونی ندارن و سال‌ها توی محیط دربسته موندن و فقط دارن با اون شخصیت‌ها رو کاغذ و رو کامپیوتر زندگی می‌کنن و حالا اینا که جون پیدا کردن اومدن بیرون و اینکه اینها چجوری وارد دل مخاطبشون میشن، مردم چجوری با اینا ارتباط برقرار میکنن، خیلی براشون مهمتر و جذابتره و براشون خیلی یه جورای انگار بچه ای رو به سامان رسوندن و حالا میگن اینه ها حالا ببینیدش. دقیقا همینجوره. خانم پاکروان، میخوام بدونم با توجه به اینکه شما مسئولیت در واقع انتخاب گروه بازیگرانی رو که به عنوان صدا پیشه جای کاراکترهای این انیمیشن صحبت میکنن این مسئولیت رو به عهده داشتید، میخوام بدونم این ایده اصلا در واقع چجوری شکل گرفت، پیشنهاد شما بود تو تعامل با هم به این نتیجه رسیدین تا اینکه بعد ببینم چطور بازیگران. بله اینکه اصلا بازیگر حرفه‌ای و به خصوص اونایی که صداهای شناسنامه دار دارن، خب خیلی مهمه صدای مثلا در واقع یک فردی شنیده میشه تو ذهن ما با تصویر و اون وچه و کاراکتر اون بازیگر بیاد. خب این انتخابا هوشمندانه و آگاهانه بوده، چطور اصلا به این نتیجه رسیدین این کارو انجام بدین؟ من واقعیتش وقتی بچه از من خواستن، این خود آقای رفت از من خواستن که بیام و کار انتخاب بازیگرایی که از طرف صدا رو میگن صدا پیشگان رو به عهده بگیرم، ابتدا واقعا سخت بود برام، ولی وقتی کار رو دیدم و دیدم اولا بیس شاهنامه است و چقدر خوبه که یه قصه از شاهنامه داره روایت میشه که مردم که به بچه هاشون نمیگن و خودشون نمیخونن میتونن در واقع با یک بردنشون و دیدن یه انیمیشن اینها رو آگاه کنن از یک داستانی که در ادبیات کهن ایران وجود داشت و واقعا جذابه. به همین دوست داشتم که اضافه بشم به این قضیه و واقعا به این شخصیت‌ها بتونیم با حضور بازیگر رو جون بدیم و بتونیم بازیگرای بیشتری رو بیاریم که سفیرای بهتری باشن برای بهتر دیده شدن این اصلا. بله. بعد حالا نشستیم با اشکان در واقع یک بار چون تیکه تیکه بود هنوز رندرینگ کاملا، اولین بار الان دیدم در جشنواره فیلم رو به صورت کامل، تیکه تیکه فیلم رو دیدیم و به نظر رسیدیم که کاراکترها رو نوشتیم روی کاغذ و اینکه اگر کسی تو ذهنشون بود موقع خلق اون کاراکتر به من بگن، اگر نه اون کسی که اولین بار به ذهن من میرسه من بگم و حالا اون کسایی که بین این کسانی که ما داریم میچینیم روی کاغذ میتونه برد تجاری هم داشته باشه، سفیر بهتری باشه برای دیده شدن اون قضیه، همه اینها رو با هم دیگه در نظر گرفتیم و رفتیم جلو. و واقعا هم خب به هر حال میگیم کار انیمیشن مستقل بود، بخش خصوصی بود و اینجور نبود که ما بتونیم انقدر بودجه داشته باشیم که همه بازیگر رو بیاریم و بتونیم به همه شون پول کلان بدیم و اینها. فکر کردم که اگه واقعا دلو به دریا بزنم و بگم به همه سوپر استارها و استارهایی که به نظر من برای این کاراکترها بهترین انتخابن و صدای جذابی دارن و صداشون رو شخصیت‌ها میشینه این کار بکنم، نهایتا به من میگن نه و انقدر همه با مهر پذیرفتن و اومدن که من
خودم به قول آقای رسول هم گفتم من قرار بود انتخاب بازیگر کنم، ولی اینجوری احساس کردم که انقدر مدیونم به اینها که حالا به لطفی که داشتن بله. من به کار اومدن، من در کنارشون قرار بگیرم، تو تمام مراحل صداگذاری رو باهاشون بودم. درسته. پس به نظرم میادش که بیشترشون هم گزینه‌ها و انتخاب‌های اولتون بودن. بله. درسته؟ بله. درست. بعد بعضی کاراکترها هستن که یعنی یک بازیگر جای یک یا دو یعنی یکی بله. بیشتر صحبت بله. میکنه. این ایده میگم نگرانتون نمیکرد که به جهت ارتباط ما برای تغییر اون دو دقیقاً دو نفرن که این کار کردن، یکی آقای پرستویی، یکی حسن پورشیرازیه بله. که در واقع اینها دو تا کاراکتر رو گرفتن و جفتشون کار دوبله کرده بودن قبل‌تر و در واقع وقتی صدا بحث صدا سازی بود یک کاراکتر رو مثلا آقای پرستویی تو دو روز گفتن اونو جمع کردیم بعد رفتیم رو کاراکتر بعدی درست. که در واقع اگه اشتباه نکنم این همین دو فردی که دو تا کاراکتر رو میگفتن یه تمایز زمانی هم کاراکتراشون به هم دارن، درسته؟ در یک زمان واحد شاید نبودن. برای بخشایی که آقای پورشیرازی میگن بله، برای بخشایی که آقای پرستویی میگن نه، چون در یه زمان نه شب یعنی با هم بازی ندارن اصلا بله. اما مثلا سکانس های پشت هم دیگه بوده درسته. که بازی داشتن و اما لو نرف اصلا درسته. چون در واقع اون صدا رو که ما ضبط کردیم تو استودیو و شنیدیم انقدر بیسش متفاوت شده بود و انقدر کاراکتر متفاوتی به اون صدا داده بودن نگران که اصلا نگران نکردمون. واقعا امیدوار هستم، چون این ویژگی مهمی که گفتیم ابتدای صحبتمون و شما هم تاکید کردین این که توی انیمیشن ما واقعا بجز این که حالا خودش مهجوره ولی واقعا یک خلایی هم نسبت به رویکرد به ادبیات، اونم ادبیات اصیل خودمون وجود داشت و چون این فقدان با این همچین کاری به نظر من پر میشه، واقعا آرزو میکنم که این کار توی این جشنواره هم خوب دیده بشه و مهمتر از هر چیزی به نظرم اینه که مخاطبش رو پیدا بکنه و بتونه در نهایت اکران خوبی شاید. بگیره و حالا فکر میکنم گروه سنیش نوجوان و جوان هستن و حالا گروه های بالاتر. من گیم های بچه ها رو میبینم که خشنه، فکر میکنم که ما خودمون داریم میگیم بچه های زیر این سال و بالای اون سال. بله خب. و وقتی من نگاه میکنم بچه 7 ساله داره یه گیمی بازی میکنه که توش سر میبرن و تیراندازی میکنن و چاقو میکشن، من شوکه میشم. دیدن این براش سخت نخواهد بله. سنگین نخواهد، اما به صورت واقعی اگه ببینیم در همه جای جهان به هر حال یه رنج سنی مشخصی محدودیت. امیدوارم که در روزهای باقی مونده جشنواره بازخورد خوبی از مخاطبان دریافت بکنیم و حضور خوبی در هر صورت انیمیشن آخرین داستان توی جشنواره 37 داشته باشه. خیلی هم متشکر هستم از حضورتون در کافه آپرا. خیلی ممنون، موفق باشید. متشکر از شما بینندگان برنامه کافه آپرا هم که همراه ما هستید، سین تشکر میکنم. سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 10 الی 22 بهمن 1397